أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. شب چگونه خواب من را حرام کردم؟ نمیشد جناب آمین عطب خوابشان را صبح برای خواب بودانان تعریف میشدن؟ چند تن از خواب گذاران را خبر کنید و متعاقب ما به قصد بیاورید. عجله کنید. اطاعت علی جناب. عالی جناب پوتیفار و کاهن اعظم آنخباهو اجازه ورود میخواهند. درود بر شما. نگران شدیم جناب فرمانروا. چه شده؟ امیدواریم اتفاق ناگواری نیفتاده باشد. خواب عجیبی دیدم. شاید ناگوار باشد. شاید نباشد. فهمیدواند اصلا تعبیری نداشته باشد. خواب فرمانروا تعبیری سراسر خیر و نیکی دارد. در هر حال به دنبال معبران فرستادم. همینک خواهم رسید. هرچه هست مرا به شدت آشفته کرده. این عروس، تعبیل خواب تو این است که سه روز دیگر به شغل پیشین خود باز می‌گردی و به عنوان ساقی آمون هتب عزت و جاه میابی. این عروس؟ بله عالی جناب. اگر تو شرابدار ما نیستی؟ در خدمت هم عالی جناب. اما تو آپوپیس سه روز دیگر به دار مجازات آویخته خواهی شد و بر بالای آن میمانی تا پرندگان از جسدت بر بالای دار تناول کنید. یوزار سیف، آه من چه خوب او را به یاد فرمان روا آمن هتب آوردم. 7 سال گذشت. بانوی بزرگ، فکر میکنم راهی برای تعبیر خواب فرمان روا بدانم. اگر اجازه بفرمایید. معبران آمدند. نیازی به تعبیر خواب تو نیست.
درود بر فرمان روای مصر، خدایگان آمن هتل. اینان بزرگترین خوابگزاران و پیشگویان مصرند. من از جناب فرمانروا تقاضا می کنم خواب خود را تعریف کنند تا قدرت خوابگزاران معبد را به عیان مشاهده کنم. من دیدم که 7 گاو فربه از نیل خروشان بیرون آمدند و در ساحل به چرا مشغول شدند. سپس نیل خشکید و 7 گاو لاغر از خاک ها سر برآوردند. آنگاه این گاوهای لاغر گاوهای چاق و فربه را خوردند. اگر جناب فرمان روا اجازه دهند خوابگزاران قدری با یکدیگر مشورت کنند. مانعی نیست، هر چقدر میخواهند فکر کنند. ظاهر خواب برمی آید که تعبیر دارد. آیا کسی از شما می تواند آن را تعبیر کند؟ این خواب بی تعبیر نیست، اما چیزی به ذهن من نمی رسد. چرا سکوت کردید؟ فعلا چیزی به ذهن من نمی آید. بگویید آشفته است. اعتقاد ما خواب جناب آمنهوتپ آشفته و بدون تعبیر است، از نوع خوابهای پریشان و مختلط، و ما تعبیر خوابهای آشفته نمی دانیم. بهتر است اقرار کنید که تعبیر خواب مرا نمی دانید. هر آدم عاقلی می تواند بفهمد که این خواب تعبیری دارد. جناب فرمان روا می دانم که خواب گزاران ما قدرتمند و با تجربه هم. من در توانایی آنان تردید ندارم. بیشک اگر خواب جناب فرمان روا تعبیری داشت می گفتم. من تعبیر خوابم را می خواهم و شما باید پاسخ درست بدهید. آرام باشید جناب فرمان روا، برای حالتان خوب نیست. من می توانم از جناب فرمان روا برایتان مهلت بخواهم. بدون شک خواب من تعبیر دارد، اما اینها بی عرضه تر از آنند که بتوانند خواب مرا تعبیر کنند. حال که بانوتی فرمودند به شما مهلت می دهم، اما خواب من هرچه زودتر باید تعبیر شود. از دوستان یوزارسیف نیستند. بانو نفرتیتی نگذاشت. اگر اجازه داده بود میگفتم. او گمان کرده که تو خود میخواهی خواب را تعبیر کنی. بدیهی است که تو را معبر خواب نمیداند. چرا به دیگران نگفتی؟ به که میگفتم؟ به پوتیفار که یوزارسیف را به زندان انداخت،
یا به آنخماهو که به خون او تشنه است. به هر حال سعی کن در اولین فرصت فرمانروا را از وجود یوزارسیف مطلع کنی. حتما این کار را خواهم کرد. 7 سال پیش باید این کار را می‌کردم. 7 سال پیش باید در حضور فرمانروای فقید از یوزارسیف یاد می‌کردم. نمی‌دانم چرا فراموش کردم. او مرا به یک تاپرستی دعوت کرد. خواب مرا به آن زیبایی تعبیر کرد. آن همه لطف، آن همه مهر، آن همه محبت. آن وقت من کوچکترین تقاضای او را فراموش کردم. تقاضای پیامبرم را. نفرین بر من. چگونه باید با او روبرو شدم؟ این روز به راستی این فراموش قابل بخشش نیست. اصلاً چرا تقاضای یوزارسیف را فراموش کردی؟ تردید ندارم که شیطان نفرین شده موجب این فراموشی بوده است. اما من این قصور را جبران خواهم کرد. براحتی میتوان فهمید که خواب خوشه های گندم شبیه خواب گاف هاست. 7 گاوه فربه همان خوشه های سبز و باردر هستند و گاف های لاغر همان خوشه های زرد. من در 2 شب متوالی خوابی را به 2 شکل متفاوت دیدم. دیگر نمیتوانید با گفتن حرف هایی چون خواب پریشان و مخشوش از تعبیر سر باز زنید. من تعبیر خوابم را می‌خواهم. اگر نمی‌توانید اقرار کنید تا تکلیف خود را با شما بدانم. اگر خواب من امشب تعبیر نشود همه شما را به بند خواهم کشید. تردیدی ندارم که خواب شما تعبیر دارد، اما اینان نمیتوانند. پس چاره چیست؟ اگر تعبیر ممکن نشد تخییر چه ممکن است؟ فرصت خوبی برای شکستن غرور کاهنان و خوابگزاران معبد آمون است. شما میتوانید در تعبیر خوابتان مصر باشید. من هم در آنان امیدی به تعبیر ندارم. بزرگ اجازه می فرمایند. چیست؟
میخوایی بگوی راه تعبیر خواب خدایگان آمنهوتپ را میدانی؟ همینطور از بانوی بزرگ. ایناروس، در این امور دخالت نکن. خشم فرمان روا را بر نینگیز. تعبیر این خواب بسیار مشکل است. نتوانستیم تعبیر کنیم، یعنی تعبیر ممکن نیست. سرورم، یک شب مهلت میخواهیم. من خودم جانتان را خواهم گرفت. شما آبروی معبد را بردید. خوابگزاران و جادوگران معبد آمون از محضر جناب فرمانروا یک شب را مهلت می‌خواهند. مهلتی در کار نیست. سالها خورده و خوابیده‌اید تا در مواقع لزوم مشکلی را چاره کنید. همین امشب باید خواب من تعبیر شود. جناب فرمانروا، اینان خوابگزاران و جادوگران به نام مستند. اگر مهلت داشته باشند بیشک تعبیر می کنند. یاوه نگو کاهن اعظم. اینان مشتی مفت خورند که همچون موشهای موزی به جمع کردن سکه و جویدن ریشه مردم مصر مشغولند و به هنگام لزوم حتی به اندازه سکهای ولگرد تبس پارس کردن هم نمی دانند. شما نباید ناراحت بشوید. برای بیماریتان خوب نیست. امروز اینان یا برای تعبیر زبان به گفتن باز خواهند کرد یا به ضرب تازیانه به پارس کردن وادارشان میکنم. مراقب باش جناب انخماو. امروز هیچ کس از گزند من در امان نیست. از اینان بیش از این حمایت نکن. از شما استدعا دارم که بر خود مسلط باشید. حالتان بدتر می شود. همه این جمع را به زندان ببرید. زمانی آزاد خواهند شد که خواب من تعبیر شود. اجازه می فرمایید. چه شده؟ باز چه می گویی؟ بانوی من چاره این مشکل را می دانم، اما جرأت سخن گفتن ندارم. جناب فرمان روا بسیار خشمگینند. یعنی تو تعبیر خواب می دانی؟ نه، من معبری توانا می شناسم. ایناروس، موقعیت خطرناک است. بی ربط بگویی کار دست خودت داده ای. ایمان دارم آن معبری مشکل را چاره خواهد کرد. بانوی من استدعا دارم اجازه بفرمایید من سخن بگویم. آمنهوتپ چه میکنید؟ اینان کاهنان معبد آمون هستند. دست نگه دارید آلی جناب. ایناروس میخواهد مطلبی را به عرض برسان. رهایشان کنید. بگو ایناروس. میشنوم. من برای مشکل جناب فرمان روا راه چاره ای دارم. تو برای تعبیر خواب ما راه چاره داری؟ آری آلی جناب. شرم‌آور است. بروید خود را در نیل غرق کنید.
جادوگران و خوابگزاران بزرگ معبد آمون ساکت ماندند، آن وقت اینا روز ساقی ما باید برای من راه چاره پیدا کند. خب او کیست ایناروس؟ یک برده عبرانی که اینک در زندان است. یک برده زندانی عبرانی؟ فرمان روایی بزرگ، زمانی که با آپوکیس در زندان بودیم هر دو خواب دیدیم و همین جوان زندانی خواب مرا به آزادی از زندان تعبیر کرد و خواب آپوکیس را به مرگ و آویخته شدن بردار. هر دو تعبیر پس از 3 روز تحقق یافت. ایناروس، تو هیچ میدانی نتیجه تمسخر فرمان روا چیست؟ مطمئن باشید سرور من، مطمئن باشید. او چه میگوید بودیوار؟ بودیوار؟ درست میگوید خداوندگار من. گمان میکنم آن جوان را بشناسم. تا فردا مهلت دارید که خواب مرا تعبیر کنید. بروید که همچون سرگینه به جامانده از گاوهای اطراف نیل بوی تعفن میدهید. بروید، من تا فردا تعبیر خوابم را میخواهم. شنیدید؟ وقت را تلف نکنید. همین امشب با خوره خوب به زندان زاویرا بروید و تعبیر خواب مرا جویا شوید. نام این زندانی چیست؟ یوزارسیف، اما در زبان عبری به او یوسف میگویند. نامی آشناست. گمان میکنم در گذشته کودکی به این نام برای جناب پوتیفار خریداری کردم. زندان زاویرا، فکر کن. فرمانده کیدامن بگو هورم هوب از طرف فرمان روا آمن هوتپ چارم آمده. منتظر باشی جناب فرمانده. فرمانده هورم هوب منتظر ورود هستن. در را بگشایید. حرکت کن. وقت شب چه چیز فرمانده هورم هوب را به اینجا کشانده؟ دستور فرمان روا باید اجرا شود. روز و شب ندارم. اینا روز چه خطایی کرده؟ باز هم زندان؟ نه، آمده ایم یوزارسیف را ببینیم. از جانب فرمان روا مأموریت داریم. بسیار خوب. Espera.
درود بر نبی خدای زارسیف. درود خداوند بر تو باد. کیستی؟ چی میکنی؟ منم ایناروس فراموشکار، ایناروس قدر ناشناس. ایناروس بس کن، این سخنان چیست که میگویی؟ مرا ببخش تو از من تقاضای کوچکی کردی ولی من کوتاهی کردم. از شرم نمیدانستم چگونه باید با تو روبرو شوم. شرمندگی تو بیمورد است، باید تقاضای مرا فراموش میکردی. فراموشی تو بی حکمت نبود، هم یاران خوبی را یافتم و هم برای تسکیه عبادت فرصت خوبی را. اینا روز چه شد که تو یاد از زندان زاویرا کردی؟ چه شد که بیاد یزارس؟ خواهم گفت مرا فرمان روای مصر عالی جناب آمنهوتپ به اینجا فرستاده. برای تعبیر خوابی آمدم. تمام جادوگران و معبران تبس از تعبیر خواب آمنهوتپ عاجز ماندند. اگر فرمان روا خواب نمیدید، شاید هنوز هم شما را به خاطر نمی آوردم. خب تعریف کن ایناروس. فرمان روا در خواب دیده که 7 گاو فربه توسط 7 گاو لاغر بلعیده شدند و 7 خوشه سبز و پربار توسط 7 خوشه زرد خشکیدند و از بین رفتند. به اذن اراده خالق یکتا تعویل این خواب نزد من است. ولی شما نباید این خواب را تعبیر کنید، مگر اینکه آمنهوتپ شما را از زندان خلاص کند. خداوند علم تعبیر را برای چنین روزی به من آموخته و این شیوه جوان مردان نیست که در ازای کار خیر مزد و تضمین مطالبه کنند. به نزد فرمان روا بازگشتی، بگو 7 سال فراوانی و نعمت در پیش دارید. در این 7 سال بکارید و درو کنید و جز اندکی که برای کشتن و خوردن مصرف میکنید ما بقی را ذخیره کنید. پس از آن 7 سال قحطی و خشکسالی در پیش دارید. ذخیره های زمان فراوانی را در زمان قحطی مصرف کنید تا مردم دچار مشقت نشوند. خداوند سوگند تعبیر همین است. من مطمئنم آنچه که جادوگران و معبران از آن عاجز مانده اند همین تعبیر است. من یقین دارم جناب فرمانروا با شنیدن این تعبیر بسیار خوشحال خواهد شد. من مطمئنم. اگر مطلب دیگری نیست من باید هر چه زودتر بازگردم. میروی که باز هم ما را فراموش کنی؟ نه من همین امروز به نزد شما باز میگردم. برو به فکر یارانت باش. حتما. بدرود. خدا نگهدار. بدرود. خدا نگهدار. من باز میگردم. این استخوان‌ها و مهره‌ها در تعبیر خواب ناتوانند. این مهره‌ها ناتوانند یا تو؟ هرچه کاهن اعظم بفرمایند. ما خوابگزاران به ضعف خود اعتراف می‌کنیم. تنها یافته ما در این چند روز گذشته این است که در سنن دیرین و آیین‌های گذشته مصر گاو را به سال تعبیر کردند. خب که چه؟ این که مشکلی را حل نمی کند. من این جوان زندانی را می شناسم. بین آن دارم که خواب آمنهوتپ را تعبیر کند.
مگر نشنیدید قبلا خواب این آروس را به خوبی تعبیر کرده است؟ من نمیفهمم جناب آنخ ماهو، خیلی ها تعبیر خواب کردن. دیروز آرشیفم این چه اشکالی دارد؟ ابله، شکست آون با همه کاهنات و جادوگرانش در برابر یک برده اشکالی ندارد؟ چرا دارد؟ جوان یوزار سیف نام دارد و یک دامپرست است. پیروزی او شکست آمون محسوب می شود، چرا که بر خدای آمون کافر است. اینارس، تعبیر خواب را آورده ای یا نه؟ قبلا عرض کرده بودم که او معبر بزرگی است. خب او چه گفت؟ یوزار سیف گفت 7 گاو فربه و 7 سنبله سبز نشانه 7 سال فراوانی و 7 گاو لاغر و 7 سنبله خشکیده نشانه 7 سال قحطی و خشکسالی است. آفرین، همین است. این تعبیر بیشترین تطبیق را با خواب من دارد. همین است. من به هر آنچه که این برده عبرانی بگوید ایمان دارم. تو او را میشناسی؟ چرا؟ چیزهایی درباره او میدانم. این آروس، این زندانی سخنی از راه چاره و پیشگیری از قحطی نگفت؟ چرا عالی جناب؟ او گفت در 7 سال فراوانی و نعمت بکارید و ذخیره کنید تا در 7 سال خشکسالی و قحطی از آن استفاده کنید. این راه حل کاملا مناسب است، اما گندم که 7 سال دوام نمی آورد چگونه ذخیره کنیم؟ شاید این زندانی راه چاره را بداند. حتما همینطور است. میخواهم این برده عبرانی را ببینم. او را نزد من بیاورید. این تعبیر خواب و راه چاره را مخفی نگاه دارید تا ببینیم کاهنان معبد چه میکنند. بیشک تعبیری این چنین حکیمانه ضربه مهلکی بر پیکر آنخ ماهو و کاهنان معبد می باشد. بیشک آنان از تعبیر خواب فرمان روا عاجز و زبون خواهند شد. چهره شکست خورده و تغییر شده آنخ ماهو چه دیدنی است. برای آوردن یوزار سیف عرابه و کجاوه لازم است. عجله کن. حرکت. Thank you.
چه شده؟ باز هم جناب هورم هوب زاویرا را به قدوم مبارکشان مزین فرمودند. آمده ایم یوزارسیف را ببریم، او آزاد است. فرمان روا آمن هوتپ مایلند ایشان را ببینند. یعنی از این پس یوزارسیف را نخواهیم دید؟ نکند دوست داری تا ابد یوزارسیف در زندان بماند؟ نه نه نه، من آزادی او را میخواهم، ولی دوری او هم برایم آسان نیست. گمان نمی کنم هیچ یک از زندانیان طاقت دوری یوزارسیف را داشته باشد. زندانیان و زندانبانان تا کنون به خاطر یوزارسیف زاویرا را تحمل کردند. بسیار خوب، جناب هورم هوب را نزد کیدامن ببرید. ببینیم این یوزارسیف کیست. درود بر نبی خدا. درود خداوند در تو باد. درود بر جناب هورم هوب. چه شده این روز؟ ما آمده ایم شما را به نزد فرمان روا آمن هوتپ ببریم. جناب هورم هوب فرمانده محافظین قصر برای همراهی شما آمده اند. من به تیر تهمت دل شکسته و مجروحم و تا از من رفع تام شود زندان را ترک نخواهم کرد. ولی فرمان روا شما را آزاد کرده است. بهتر از فرمان روا ابتدا از من رفع تهمت کند، وگرنه برای یک خائن در بیرون از این زندان جایی نیست. شما نگران نباشید، فرمان روا شما را بخشیده، او از شما حمایت خواهد کرد. مرا به بخشندگی ایشان نیازی نیست، چرا که گناهکار را میبخشند. از یوزارسیف حکیم چگونه باید رفع تهمت شود؟ نزد اربابت بازگرد و بگو جویا شود که ماجرای دست بریدن زنها چه بوده. اگرچه پروردگارم به دسیسه‌ای که علیه من انجام دادند آگاه است. شما باید از موقعیت پیش آمده حسن استفاده رو بکنید. در بیرون از زندان می توانید از خود رفع تهمت کنید. به فکر آزادی خود باشید. شما حمایت آمن هوتپ را دارید، این کافی نیست؟ فکر می کنید آمن هوتپ از یک خائن چقدر حمایت خواهد کرد؟ یک خائن در دستگاه آمن هوتپ چه جایگاهی خواهد داشت؟ اصلا به این روز بگو تمام ماجرای زلیخا و پوتیفار را به عرض فرمانروا برسانید. زلیخا باید تقاس بس بدهد. نه، بردن نامانان صحیح نیست. آنها سالها به من محبت کردند و مرا در ناز و نعمت پروردند. آری و سالها تو را به زندان انداختند. امیدوارم قدر این گذشت بزرگواری تو را بفهمند یوزارسیف. این ماجرای بریده شدن دست زنها چیست؟ کدام زنها؟ شما فقط به جناب فرمان روا بگویید ماجرای دست بریدن چه بوده، آن زنان خود به خود پیدا می شود. بسیاری از اهالی قصر و مردم مصر هنوز آن ماجرا را به خاطر دارند. بسیار خوب، ما باز هم دست خالی باز می گردیم. به امید دیدار. بدرود. کاش با اونم میرفتی، با همه چیز رو به آمن هوتپ میگفتی و از زلیخا انتقام میگرفتی. نگران نباش، آنان به زودی باز خواهند گشت.
این را دیگر نشنیده بودیم. مجرمی که ما قصد آزادیش را داریم برای آزاد شدن از زندان شرط قائل شده است. همینطور است عالی جناب. ایشان از فرمانروای بزرگ تقاضا کردند جویا شوید ماجرای دست بریدن زنها چه بوده است. ماجرا چیست؟ کدام زن؟ کسی چیزی میداند؟ بله عالی جناب، میدانم موضوع چیست. اگر اجازه دهید آن زنها را به اینجا بیاورم. عجله کنید، میخواهم بدانم موضوع چیست. دیدید پوتیفار چقدر ناراحت شد؟ من فکر میکنم موضوع مربوط به علت زندانی شدن این جوان است. ماجرا مربوط به سالها پیش است. زلیخا همسر پوتیفار به غلام خود یوزارسیف نظر داشت. بانو زلیخا و رودامون را نزد من بخوانید. جناب پوتیفار که با بانو زلیخا قهر است. نمیدانم عالی جناب پوتیفار پس از سالها با بانو چه کار دارد. اسامی زنانی را می‌خواهم که به خاطر یوزارسیف دست‌های خود را بریدند. نام آنها برای چه؟ عالی جناب فرمانروا شما و همه آنها را احضار کردند. زنانی را که زلیخا و کاریماما نام می‌برند همین امروز همینجا جمع کنید. فرمان خداوندگار آمن‌هوتب است. چرا؟ چه شده؟ علت احضار آنها چیست؟ فرمانروا آنها را برای چه میخواهد؟ فرمانروا تصمیم به آزادی یوزارسیف گرفته اما او نپذیرفته مگر به شرط اعاده حیثیت. آمنهوتپ نیز زنان مجلس را احضار کرده تا بداند یوزارسیف گناهکار است یا بیگناه. تردید ندارم که قصد محاکمه دارد. محاکمه؟ هیچ فکر نمی‌کردی که ماجرای یوزارسیف دوباره افشا شود و به خاطر خطای گذشته اد روزی محاکمه شوی. هان این فضاحت حق من است. سزای کسی که بیگناهی را به زندان انداخته او تا بد زند. این منم که رسوا میشوم. تو خیلی پیش از اینها بر طبل رسوایی خیش کوفته ای. مأمور بردار و همه زنانی را که زلیخا نام میبرد با خبر کن. به قصر آمنهوتپ میرویم. بیش از زلیخا من مقصر هستم. اگر آمنهوتپ بپرسد این جوان بیگناه را چرا سالها در زندان انداخته ای؟ چه پاسخی بدهم؟ ای
سابو؟ چه شده؟ فرمانروا آمنهوتپ با نوزلخا و دیگر زنان اشرافزاده جشن نوزلخا را احضار کرده است. کدام زنان؟ زنانی که دستهای خود را بریدند. فرمانده آمنهوتپ این همه زن را میخواهد چه کند؟ پس کن ممی سابو، ظاهرم میخواهد بداند یوزارسیف برای چه به زندان افتاده، رابطه زنان با او چه بوده. یعنی اگر معلوم شود که یوزارسیف میکنه است آزاد خواهد شد؟ امیدوارم. خیلی دلم میخواهد یوزارسیف آزاد شود و بانو زوریخا و دیگر زنان تپس به شدت مجازات شوند. امیدوارم بانو زوریخا تقاضای این همه ظلمی که در حق جناب یوزارسیف روا داشتند بدهد. جناب آنخماهو، چه شد؟ اون دامان افسر محافظ قصر پوتیفار به قصر من آمد و همسرم مریتاتن را با خود برد. چرا؟ خب نمیگذاشتی؟ دستور آمنهوتپ بود. او و چندین زن دیگر را که در میهمانی زلیخا و در ماجرای یوزارسیف حضور داشتند دستگیر کرده و با خود به قصر آمنهوتپ بردن. گفتی در ماجرای یوزارسیف؟ آری. نکند آمنهوتپ یوزارسیف را آزاد کرده و او به قصد انتقام تقاضای دستگیری زنان را کرده. من برای خلاصی مریتاتن چه باید بکنم؟ مریتاتن آزاد می شود، نگران نباش. یک نفر را بفرستید ببینید یوزارسیف آزاد شده یا نه. نگرانی زمانی شروع می شود که یوزارسیف آزاد شود. او را چه کنم؟ و این بانوان را چرا به قصد برند؟ نمیدونم. به نظر از زنان اشراف میآید. عجیب است، به جای فقرا و نیازمندان این بار اشراف را به بند کشیدند. چه اشکال دارد؟ به عکس همیشه یک بار هم از زمین به آسمان ببارد. همینجا منتظر باش. سومین روزیست که در تعبیر یک خواب مونده اید و این شرم‌آور است. اگر امروز آمنهوتپ تعبیر خوابش را بخواهد چه پاسخ دهم؟
بگویم خواب گزاران من به جای تعبیر خور و خواب می دانند؟ بگویم اونها در کار خوب موندن و از تعبیر عاجزند؟ راحتتون کنم، یا امروز خواب آمنهتپ را تعبیر می کنید یا قبل از آمنهتپ خودم جانتون را گرفته و شما را به قبر می فرستم. جناب آنخما، تو دیگر چه میگویی؟ چه شده؟ امروز پوتیفار بانو زلیخا و تعدادی از زنان تبس را با خود به قصر آمنهتپ برد، گویا آنها را به زندان میبرد با محافظ و نگهبان. نفهمیدی برای چه؟ پرسیدم، کسی نمیدانست. سالها پیش میان شما زنان اشراف مصر و یوزارسیف حوادثی به وقوع پیوست که میخواهم حقیقت آن وقایع را بدانم. هنگامی که شما یوزارسیف را ملاقات کردید، میان شما چه پیش آمد؟ با شما هستم، اگر زبان در دهان ندارید یک نفر سخن بگوید. ما هیچ گونه زشتی و آلودگی در یوزارسیف سراغ نداریم. ما هیچگاه از یوزارسیف که یک تندیس پاکی و تقواست گناهی ندیدیم. مگر میتوان به یک فرشته آسمانی نسبت بدی و ناپاکی داد؟ میخواهم بدانم در ماجرای بین شما و یوزارسیف چه کسی مقصر بود. آیا از یوزارسیف خطایی سر نزد؟ آیا او گناهی مرتکب نشد؟ زلیخا پاسخ بدهد. در ماجرایی که میان شما و یوزارسیف گذشت چه کسی مقصر بود؟ آیا شما یوزارسیف را گناهکار می‌دانید یا بیگناه؟ من تصمیم گرفتم پرده از این ماجرا بردارم. یقین بدانید هیچ دروغی را بی مجازات نخواهم گذاشت. شما اکنون شاهد اعترافات صریح این بانوان بودید. امروز حق بی پرده آشکار شد و حقیقتی که سالها برای بعضی مکتوم مانده بود نمایان گشت. من در برابر این حقیقت آشکار چاره ای جز اعترافی تلخ ندارم. آری، من سالها شیفته یوزارسیف پاکسرشت بودم. قصد داشتم او را تصاحب کرده رابطه ای گناهالود برقرار کنم. اما او پاک دامنی پیشه کرد و دست رد به سینه من زد. درست است که یوزارسیف برده شما بوده و قدرت تصاحب او را داشتید، ولی شما صاحب همسر بودید، حق چنین خطایی را نداشتید. از طرفی شما الهه معبد آمون بودید و همسر آمون محسوب می شدید. همسران آمون حق چنین خطایی را ندارند. پس اعتراف می کنید که خطاکار شما بودید، دسیسه‌گر شما بودید، آن وقت یوزارسیف را بی گناه به زندان انداختید. آری، من به گناه خیش و بی گناهی یوزارسیف اقرار میکنم. نمیشه بود؟ بله بله جناب رودامان. میتوانی با این عرابه به زندان نزد یوزارسیف روی؟ نزد یوزارسیف؟ بله بله، در یک چشم هم زدن.
با او چه کار دارید؟ او بگو بانو زلیخا و دیگر زنان مصر به خطای خود و بیگناهی تو شهادت دادند. به زودی آزاد خواهی شد. کی آزاد خواهد شد؟ نمیدانم. به زودی. عجله کن. نمی سواره به زندان زویرا ببر و زود باز کرد. بروید. راستی شما زنان دستهای خود را از شدت علاقه بریدید و او هیچ توجهی به شما نکرد؟ آری، همینطور است. همه دستهای من را بریدیم. یوزارسیف بسیار بسیار پاک دامن است. او هیچگاه به زیبایی ما توجه نکرد. او به هیچ یک از حیله های ما فریفته و دلباخته نشد. چنین جوانی به راستی ستودنی است. در مورد او مطالب زیادی شنیده بودم، اما برایم باور کردنی نبود. من که باور نمی کنم. او یک انسان است، قدیس که نیست. چرا علیه چون این جوانی توطئه کردید؟ چرا چون این گوهر بی همتایی را به زندان انداختید؟ ما بر خطای خیش معترفیم و از محضر فرمان روا پوزش می طلبیم. از محضر من؟ شما باید از محضر یوزارسیف پوزش بخواهید. شما سالها عمر او را در کنج زندان ضایع کردید. شما هم مقصر هستید جناب پوتیفار. چون این جوانی را که در حکمت و علم تعبیر خواب سرآمد همه معبران مصر است و در پاکی و نجابت نظیر ندارد، سالها در کنج زندان محبوس کردید. من پاسخ درستی در قبال این قصور ندارم، فقط میگویم شاید برای بستن دهان بدگویان زندان تنها راه بود. با این همه میدانم که گناهکارم. اگر اجازه دهید از حضورتان مرخص شوم. حال مساعدی ندارم. مانعی نیست، می توانید بروید. این زنان را به زندان موقت قصر ببرید تا تصمیم لازم را درباره آنان بگیرم. روید. با شما هستم، حرکت کنید. چرا معطلید؟ شما می توانی برگرد. فرمانده هورپوپ. بله جناب فرمانده. با ایناروس به زندان زاویرا بروید و به یوزارسیف اعلام کنید که پاکی و بیگناهی او بر ما ثابت شد. ما او را محترم می‌داریم و از نزدیکترین یاران خود قرار می‌دهیم. او را با احترام نزد ما بیاورید. بی‌صبرانه منتظر دیدار یوزارسیف هستیم. رودامان گفت زلیخا و دیگر زنان مصری که برای شما دسیسه کرده بودند همه به گناه خود اعتراف کردند و شما را از هر تهمتی مبرا دانستند. آمنهاتپ به زودی شما را آزاد خواهد کرد.
من فقط خواستم تا پوتیفار بداند که هرگز در خفا و پنهان به ایراخ خیانت نکردم و فرمان روا آمون حتب نیز بداند که یوزارسیف اهل خیانت نیست و بدانند که خداوند هرگز خیانتکاران را با خود اب مخصوم نمی رسند. یوزارسیف، چه شد که در برابر زنان مصر مقاومت کردی و آنها بر تو ظفر نیافتند؟ من خود ستایی نمی کنم و خود را از عیب و تقصیر مبرا نمی دانم. افسر ماره ممکن بود مرا نیز چون بسیاری از انسانها به اعمال زشت و ناروا وادار کند. منتها پروردگارم به من رحم کرد و از شر این زنان نجاتم داد. پروردگار من بسیار آمرزنده و مهربان است. درود بر فرمانده هرم هاب. درود بر شما. برای بردن یوزارسیف آمدیم. شرط شما برای آزادی از زندان انجام شد. بانو زلیخا و دیگر زنان شهر به گناه خود اعتراف کردند و هم اکنون در زندان به سر می‌برند. ولی من در خیال مجازات آنها نبودم. فرمان روا آمن هوتپ بی صبرانه منتظر شما هستند. بدون شما برای ما خیلی سخت است. بی شما چه کنیم؟ دوری از نزدیکان و خویشانمان نزد شما فراموشمان شده بود. با رفتن تو بار دیگر بی کس و تنها میمانیم. شما در هر حال خدا را دارید. او را که در کنار داشته باشید سختی زندان و جدایی یوزارسیف برایتان سهل خواهد بود. من همیشه به دیدارتان خواهم آمد و تنهایتان نخواهم گذاشت. مگر یوزارسیف با زندانیان چگونه رفتار کرده که اینقدر او را دوست دارند؟ یوزارسیف صدیق یار مددکار راهنما و غمخوار آنان بود. به آمنهوتپ بگو زندان بی یوزارسیف چون فراموش خانه و قبر است. به او بگو یا یوزارسیف را از ما نگیرد یا ما را هم به او برساند. شما را نصیحتی کنم که اگر بشنوید آرامشه. زندان قبر زندگان و خانه غمگینان و محل آزمایش سازندگی دوستان و ندامتگاه گناهکاران و دشمنان است. دوستان ما روح خود را در سختی زندان صیقل داده و در این مکان ساخته می شود و خود را چون قبر در اینجا دفن نمی کنند. به زودی به دیدارتون خواهم آمد.